غربی ها و صهیونیست ها چشم دیدنش را ندارند. صنایع دفاعی ایران هر روز برای خرابکاری در اینجا شیوه های جدیدی به کار میبرند. نهادهای امنیتی متوجه شدند که موساد برای جمع‌آوری اطلاعات به سراغ شرکت های دانش بنیانی رفته که با صنایع دفاعی ایران همکاری میکنند. رژیم صهیونیستی برای این کار فردی را به نام فرانک جنین که دلال اطلاعاتی است مأمور می‌کند. فرانک به عنوان مدیر فروش یکی از شرکت‌های تأمین کننده قطعات با تعدادی از شرکت‌های ایرانی و افراد شاغل در آن ارتباط برقرار می‌کند. این افسر موساد به عنوان بازاریاب کارمندان خود را به سمیناری در مالزی دعوت و آنها را با فردی به نام هدریان لاواکس آشنا می‌کند. هدریان لاواکس در واقع افسر موساد است، اما در سال 2017 یک شرکت در سنگاپور ثبت می کند و با شرکت های ایرانی که در زمینه الیاف کربن، رزین و سایر آلیاژ های فلزی دارای کاربری خاص فعالیت دارند، ارتباط برقرار می کرد. همکاران لاواکس نیز در ایران با حضور در نمایشگاه های داخلی و رصد همایش های علمی آخرین نیازمندی های بدنی نظامی و دفاعی را شناسایی می کردند. در مرحله بعد به دفاتر شرکت‌ها رفته تا مدیرعامل، مسئولان فروش و افراد تأثیرگذار را شناسایی کنند. افراد شناسایی شده برای ملاقات حضوری به سمینارهای پوششی در کشورهای ترکیه، تایلند، مجارستان، عمان و گرجستان دعوت می‌شدند برای تخلیه اطلاعاتی، یک نوع بازاریابی امنیتی برای جاسوسی. قرارهای امنیتی در کشورهای دیگر، ملاقات در هتل‌های مجلل به جای دفتر شرکت و تأمین هزینه‌های مهمان از روش‌های جاسوسی بود. اما وزارت اطلاعات با نفوذ در این شبکه در تمامی این مدت این رفت و آمدها را زیر نظر داشت و این لحظات دستگیری عوامل داخلی شبکه جاسوسی موساد است. در فرصت مناسب نیز افراد داخلی را که قصد ضربه به اماکن حساس نظامی داشتند هنگام ورود به ایران دستگیر می‌کند.